سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام آهنگ گل یاس شادمهر عقیلی رو بهتون آموزش بدم. بریم اول آهنگ رو بشنویم تا در ادامه ویدیو توضیحات لازم رو بهتون بدم. خب دوستان، در مورد ویدیوهای قبلی که در کانال یوتیوبم منتشر کردم باید این توضیح رو بدم که چند نفر از شما عزیزان برای من در دایرکت اینستاگرام از کارتون ویدیو فرستاده بودید و اون قطعات قبلی که من آموزش داده بودم رو زده بودید. من احساس کردم که بهتره که یه مقداری لول آموزش ها رو سبکتر بکنم و ساده تر بکنم، به خصوص برای عزیزان مبتدی. البته این به این معنی نیست که قطعات پیشرفته تر رو دیگه آموزش نمیدم، نه، سعی میکنم هم برای عزیزان پیشرفته آموزش داشته باشم و هم برای عزیزانی که مبتدی هستن. امروز سعی کردم نوت این قطعه خیلی ساده باشه، آرپژ داره ولی آرپژ های خیلی ساده ای داره و عزیزان مبتدی قطعا میتونن از پس این قطعه بر بیان. و در ضمن توضیح بدم که این آهنگ گل یاسی که امروز قرار کار بکنیم فقط قسمت اینتروش هست، ابتدای قطعه هست. از قسمت وکال دیگه آموزش ندادم چون که پیچیدگی هایی داره که موکول میشه به آموزش های بعدی. ولی با توجه به معروف بودن همون قسمت ابتدایی این آهنگ، مطمئنم که اگر این ویدیو رو تا انتها ببینید و قطعه رو بزنید ازش لذت میبرید. خیلی ممنونم که مثل همیشه ویدیوهای منو لایک میکنید و برام کامنت میذارید. بریم تا آموزش رو ببینیم. خب دوستان، این قطعه در گام دومینور هست. من قبلا گام دومینور رو آموزش دادم در کانال یوتیوبم در ویدیوی آموزش کوک سنتور در دستگاه‌های مختلف. در اون ویدیو آموزش کاملش رو دادم. البته در دستگاه شور هم قابل نواختن هست، منتها من خودم امروز در دستگاه شور زدم اینو، منتها با توجه به این که حرکت چهارم لا کرون هست یه مقدار فضای ایرانی میده به این قطعه و بهتره که لا رو به مول بکنیم تا کوک دومینور رو داشته باشیم. با کوک دومینور خیلی جذابتر و قشنگتر میشه. منتها عزیزانی که کوک بلد نیستن، اگر که سنتورشون در شور سول هست، با همون شور سول در واقع قابل نواختن. خب شروع میکنیم. قطعه ما 3/4 هست، 3 ضرب پا در هر میزان داره. 1 2 3 ره سی ره. ره چون با سول زده میشه من فقط ره رو میگم، یا سول یکیشو میشه گفت. سول سی ره سول ره می فا ره. اینجا من از فای خرک نهم استفاده کردم. ره می فا ره می ره دو سول دو سی ره. خب اینجا روی سول باید تمام شه. اینجا زدم ره سی ره سول ره سول. همون آرپژ سول سی ره هست که من رفت و برگشتی زدم، یعنی زدم سول سی ره سول ره سول سول سی ره سول ره سی. این قبلا این تمرین رو دادم. خب ادامه خط دو، ره می فا ره سول فا می می ره دو سول دو می هست اینجا. سول دو می سول دو ره می دو ره سی دو سی. اینجا آرپژ و ملودی با همه، ببینید ره سی دو سی سول لا سول دو. اینجا آرپژ سول دو می رفت و برگشتی هست، ببینید دو دو می سول دو سول دو ره می دو ره سی دو سی سول لا سول دو سی. ببینید اینجا آرپژ سول سی ره هست دو سی. چرا دو رو می کشم؟ به خاطر اینکه دو نوت سیاه نوشته شده. دو پا بالا سی، ببینید دو رو یه رفت و برگشت پا داره دو سی. حالا اینجا سی دو ره دو، ببخشید سی دو ره سی دو دو سی لا فا.
آخر که نوت فا رو تاکید کردم دقت بکنید، چون ختم ملودی اومد روی لا، من اینجا فا رو زدم. لا لا سول لا سول سی ره سول ره سی سول. خب من حالا کامل بدون توضیح قطعه رو از روی نوت اجرا میکنم که ببینید با سرعت کم. خب ببینید دوستان، قطعه از نوت‌های سیاه و چنگ تشکیل شده و چیزی جز این نداره تا انتها. و خب همونطور که قبلا هم آموزش دادم نوت‌های سیاه و چنگ رو، تأکید میکنم که فلش‌های مربوط به ضرب پا رو بالا سر هر نوت بنویسید. مثلا نوت سیاه ما میدونیم که یک رفت و برگشت پا داره، خیلی خیلی مهمه. دوباره نوت سیاه داریم، یک رفت و برگشت پا. مجددا نوت سیاه رفت و برگشت، نوت سیاه رفت و برگشت. حالا رسیدیم به نوت چنگ. نوت چنگ تو اولی پا فرود میاد، دومی پا بلند میشه. یعنی توی یک رفت و برگشت پا در نوت چنگ ما دو تا نوت باید بزنیم، ولی در نوت سیاه توی یک رفت و برگشت پا یک نوت به صدا در میاد. این تفاوت سیاه و چنگ رو خیلی ها، حتی با اینکه خیلی از قطعات من رو زدن، هنوز درست درک نکردن. این خیلی مهمه. وقتی که نوت چنگ و سیاه در کنار هم قرار میگیره، باید بدونید که تفاوت اجرای نوت چنگ و سیاه به چه شکله. مجدد نوت چنگ داریم، اولی رفت، دومی برگشت. سیاه داریم، یه رفت و برگشت برای خودش. دوباره چنگ داریم، اولی رفت، دومی برگشت. سیاه داریم، رفت و برگشت. سیاه داریم، رفت و برگشت. سیاه رفت و برگشت، سیاه رفت و برگشت. ببینید، حالا ببینید، من با حرکت مدادم نوع ضرب پام رو به شما میگم. ببینید، ر سی ر سول ر می فا ر می دو می دو ر دو سول دو سی. ببینید قطعه در میاد. وقتی که توجه بکنید به تفاوت چنگ و سیاه، قطعه در میاد. دوباره میخونم، ر سی ر. ببینید من حرکت رفت و برگشت پام رو دارم با مداد نشونتون میدم. ر سی ر سول ر می فا ر می دو ر دو سول دو سی ر. پس بنابراین گذاشتن این فلش های ضرب پا خیلی خیلی مهمه و به شما کمک میکنه که وزخوانی درستی رو داشته باشید. وزخوانیتون هم که درست باشه، قطعه رو تمیز و مرتب میتونید اجرا بکنید. خب حالا من قطعه رو سعی میکنم تا آخرش بخونم با سرعت کم. شروع میکنیم، ر سی ر سول ر می فا ر می دو ر دو سول دو سی. ر سی ر سول ر سول ر می فا ر سول دو فا می می ر دو ر دو دو می سول دو ر می دو ر سی دو سی سول لا سول دو دو می سول می سول دو ره می دو ره سی دو سی. به این شکل. ببینید، به این روش خوندن من شما توجه نکنید
چون که من فقط خط اول رو فلش های ضربه پا گذاشتم، شما کلش رو فلش های ضربه پاش رو بذارید و بعد شروع کنید به خوندن، چون خیلی اوقات آدم دچار اشتباه میشه و مثلا اینجا که دوتا سیاه داریم توی این پاتون رو میاریم پایین توی این میبریم بالا و اشتباس، این دوتا چنگ نیست که به این شکل تو اولی پا بیاد پایین دومی بره بالا، بعد برای این یه رفت و برگشت بزنید، برای این یکی هم یه رفت و برگشت چون سیاهه. اینه که دچار اشکال میشه آدم، بعد حتما از ابتدا تا انتهای قطعه فلش های ضربپاش رو بذارید و بعد شروع کنید به نواختن.